کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باورها بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که بینندگان گرامی، در برنامه بازشناسی باورها امروز جمعه 20 بهمن ماه در خدمت مهمان بسیار عزیزی که پیرامون مباحث مربوط به روانشناسی اجتماعی پیشترها بابی رو باز کردیم و امروز هم به ادامه این مباحث میپردازیم. نقش دین به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های فرهنگی در جامعه ما برجسته است. دین به عنوان یک مجموعه فکری و عملی که قصد داره انسان مناسب خودش رو تربیت کنه همیشه مطمح نظر بوده، به خصوص وقتی از سوی دولت‌ها چه به عنوان یک حکومت دینی یا به عنوان بخشی از قوانین و مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. وقتی صحبت از کودکان میشه به عنوان کسانی که آینده سازان جامعه هستند و نقش اجتماعی و تربیتی رو بازی میکنند، جدای از ذهن و فکر عمل نمیکنند، جدای از اون باورها نمیاندیشند و کار نمیکنند. طبیعی است که این باورها اهمیت دارند و چه بسا نقش مخرب یا مثبتی در جهت اجتماعی بازی کنند. ما پیشترها به این مسئله رسیدیم که کودکان در درون خانواده بنابر همان دستورات دینی از سوی خانواده نقش ها و ارزش هایی رو میپذیرند و پدر و مادر یا بستگان سعی میکنند اونها رو به کودکان تلقین بکنند و از اونها بخوان که در اون راستا حرکت بکنند. اما فقط خانواده نیستند، گاهی خانواده ها کودکان رو هم در مرعا و منظر عمومی با وقایع و حوادث و مناسک و شعائر دینی روبرو می کنند که نقش اونها می تواند گاهی مخرب باشد. زمانی که کودک وارد فضای درسی و تحصیلی میشه، باز هم کتب درسی و موارد آموزشی می تونه نقش جهت‌دهی فکری رو بازی بکنه و طبیعیه در یک جامعه دینی اولویت مسائل مربوط به تربیت از نقوش دینی برمیاد، از تعالیم دینی برمیاد. ما به این مسائل امروز خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد در طول برنامه با ارائه برخی از عکس‌ها و نقش‌ها نشان بدیم چگونه گاهی کتب درسی یا حوادث و صحنه‌های اجتماعی میتونه نقشی چه بسا بسیار مخرب در ذهن و ضمیر کودکان و بعداً خب طبیعتاً در رفتار اونها به بار بیاره. در خدمت خانم سبا هلالی عزیز هستیم. خانم هلالی عزیز خیلی خوش آمدید، صحبت مقدماتی رو بفرمایید و بعد وارد بحث بشیم، در خدمت شما هستیم. بسیار عالی توضیح دادید، مرسی از شما. من هم سلام میکنم به شما و به همه بینندگان عزیز و خیلی خوشحالم که باز در کنارتون هستم. ابتدا من میخوام یک خواهشی بکنم که حتما افرادی که حالا این برنامه رو میبینن برگردن و اون دو برنامه رو که ما در رابطه با مفاهیم سازی و یک سری شکل گیری این مفاهیم سازی که به چه صورت در کودکان انجام میشه و چقدر میتونه واکنش های روانی کودکان رو تحت تاثیر قرار بده، حتما نگاه بکنن، حتما اون رو بشنون. چون من یادمه که در اون به اشاره به یک سری رخدادها و رویدادها هم کردیم که چقدر میتونه این رخدادها در اون شکلگیری شخصیت نقش تعیین کننده ای داشته باشه و چقدر میتونه منافات داشته باشه با استانداردهای روانشناسی. مفاهیمی که خب برای کودکان لازم بود ما یک توضیح خیلی سعی کردیم که به صورت خیلی مبسوط این توضیح رو بدیم که چطور این مفاهیم شکل میگیرن و چطور این مفاهیم از والدین و جامعه به کودکان انتقال پیدا میکنن و کودکان اونها رو در تمام دوران زندگیشون استفاده میکنن، مگر اینکه زمانی که به اون تناقضات میرسن و میخوان اونها رو تغییر بدن و چقدر اینها میتونه براشون آسیبزا باشه و چقدر میتونه در
روند رشد روانی اجتماعی اونها تاثیراتی داشته باشه. خب اشاره کردید به تصویرسازی کتاب‌های درسی. خب من این اشاره رو بکنم که خب همه ما میدونیم که اصلا سیستم آموزشی یکی از پیش زمینه‌های اصلی رشد روانی و اجتماعی و فردی کودکان هست. یعنی کودکان از همون لحظه تولد با آموزش رشدشون پویاتر و فعالتر و به سمت بالا و سوق داده میشه. حالا این آموزش اگر در راستای استانداردهای روانشناسی باشه، شکلگیری شخصیت اونها میتونه مناسب و کارآمد باشه. اما اگر که این مفاهیمی که اونها استفاده میکنن و اون آموزش هایی که اونها میگیرن برخلاف یا متضاد استانداردهای روانشناسی اونها باشه، قطعا میتونه برای اونها پر از آسیب باشه. چیزی که ما امروز در سیستم آموزشیمون متاسفانه میبینیم. اشاره کردید به تصویرهای کتابهای درسی. من فکر میکنم کتابهای درسی اونقدر جدی گرفته نمیشن از سمت والدین، به دلیل اینکه شاید گاهن والدین از تاثیرگذاری اون و از آسیب پذیری اون و حتی از آسیب پذیری ماندگار و طولانی اون اطلاعی ندارن. تصور میکنن که خب کودک لازم هست که خواندن و نوشتن یاد بگیره، علوم و جغرافی و دینی و چند تا کتاب یاد بگیره و بعد حالا مرحله به مرحله بتونه این مدرسه رو تموم بکنه. ولی گاهن به دلیل اون ناآگاهی والدین از اینکه اون تصاویر، اون محتوایی که در اون کتاب‌ها هست میتونه چه مفاهیم آسیب‌زایی رو به کودکان بده، واقعا والدین گاهن از اون بی‌خبر هستن. من اگر بخوام از تجربیات خودم با والدین بگم، بارها و بارها وقتی از در کلاس‌ها و یا در کارگاه‌ها از این آسیب‌ها صحبت می‌کردیم، والدین واقعا متعجب می‌شدن. می‌گفتن یعنی واقعا یک تصویر میتونه برای یک کودک ما اینقدر آسیب‌زا باشه، یا یک جمله و یا یک محتوای که در کتاب اونها هست واقعا اینقدر میتونه آسیبزا باشه. من بهشون میگفتم بله قطعا میتونه برای اونها آسیبزا باشه، به دلیل اینکه کودکان به دلیل اون روند رشدشون نیاز به تصویرسازی دارن و این تصویرسازی در رشد اونها بسیار مهم هست. یعنی اونها تصاویر رو میبینن، درک میکنن و با تصاویر ارتباط معنایی بسیار خوبی برقرار میکنن و زمانی که ارتباط معنایی خوبی برقرار میکنن، این تصاویر در الگوهای رفتاری اونها ذخیره میشه و بعد تبدیل به واکنش های روانی میشه. یعنی هر آن چیزی را که میبینن ضبط میکنن و بعد به عنوان یک رفتار برای ما نمود پیدا میکنه. خب این یعنی اگر موافق هستید، همین تصاویر در حال نمایش هست، تصویر اعدامی است که داریم میبینیم. اگر تمایل دارید روی همین تصاویر هم میشه توضیح داد که چه اثراتی داره و تا چه اندازه میتونه اینها ذهن کودک رو به سمت خیلی خوبی بود. مرسی از اشاره خوبتون، نکته خیلی خوبی بود. ببینید همین تصویر رو شاید ما گمان بکنیم که خب یک تصویر ساده هست، حالا گاهن فقط شاید بگیم که خب ناراحتمون میکنه. اگر بخوایم بهش جدیتر نگاه بکنیم شاید بگیم یک احساس ناخوشایندی به ما داده و ناراحتمون میکنه. ولی این تصویر اعدام و تصویر تنبیه در کودکان یک تصویری از جهان ناامن میسازه، یک تصویرسازی پر از رفتارهای پرخاشگرانه و پر از خشونت در کودکان به وجود میاره. این تمام این تصاویر در ذخیره الگوهای رفتاری اونها میمونه و بعد اونها در قالب رفتارهای پرخاشگرانه به ما اونها رو تحویل میدن. شاید من اگر یک مثال بزنم اینجا واضح تر باشه. شاید والدین بارها و بارها گفتن که ما وقتی فرزندمون داریم فیلم نگاه میکنیم، یک صحنه ترسناک دید، تا صبح کابوس دید و یا تا صبح خواب بد دید. بعد بارها میگن یعنی یک صحنه فیلم اینقدر میتونه براش آسیبزا باشه. بله، کودکان به دلیل اینکه اون تصویر رو در ذخیره الگوهای خودشون قرار میدن و دائم به اون رو به چالش میکشن و بعد چون نمیتونن به معنای واقعی اون رو درک بکنن، برای اونها پر از چالش میشه، پر از ابهام میشه، پر از تناقض میشه و این تناقض برای اونها پیچیدگی ایجاد میکنه، آشفتگی ایجاد میکنه، گسستگی شخصیت ایجاد میکنه و بعد تصور میکنن که
دنیای واقعی هم پر از این مسائل هست. یعنی اگر حتی تصویر سازی فردی میکنن، یعنی اگر من هم در این جامعه اشتباه بکنم، احتمال اینکه با این چنین مجازات روبرو بشم هست. خب ما در روانشناسی وقتی از تنبیه هم صحبت میکنیم، سعی میکنیم از مسئله تنبیه بسیار حساس کنه و ویژه صحبت بکنیم، به دلیل اینکه میدونیم که تنبیه در کودکان چقدر میتونه برای اونها آسیبزا باشه. ولی این تصویر برای کودکان پر از تصویر رفتارهای پر از خشونت، پر از تنبیه هست و این احساس گناه و عذاب وجدان رو به کودکان میده که مراقب باش، تو اگر که کار ناشایست بکنی، اگر کاری که بکنی که بر اساس خواسته های والدین و یا خواسته های جامعه نباشه، تو هم به سررشت اون دچار میشی. شاید اینجا خیلی از والدین بگن که خب در این کتاب ها این چنین گفته نمیشه، که خب مثلا معمولا گفته میشه که اگر دروغ بگویید این کار اگر دروغ بگویید مثلا تنبیه میشید. اگر مثلا من یادمه که مثلا در یک کتابی بود که خب یک سگی رو اعدام می‌کردن و بعد داستان این بود که اون سگ چون خیلی دروغ می‌گفت و به دلیل اینکه خیلی دروغ می‌گفت اومده بودن اعدامش کرده بودن و این داشتن آموزش می‌دادن. خب این یه پیامی برای کودکان داره که مراقب باش، اگر تو دروغ بدی این میتونه این نتیجه رو برای تو داشته باشه. من شاید این نکته رو اینجا بهتون بگم که کلمه دروغ برای ما واژه‌ایه که ما اون رو به خارج از واقعیت تعبیر میکنیم، ولی برای کودکان اصلا کلمه دروغ اون درکی که ما در بزرگسالی داریم به هیچ عنوان نیست. یعنی اونا زمانی که یک چیزی رو که خارج از واقعیت هست رو برای ما میگن که ما بچسب دروغ برای اونها میزنیم، برای اونها کلمه دروغ معنایی نداره. اونها از با بازی کردن با کلمات و هیجاناتشون میخوان یک پیغامی به ما بدن، یک کمکی از ما درخواست بکنن و دستاویز این سری مسائل میشن، ولی ما برداشتمون دروغ هست. کودک با خودش میگه خب پس اگر من دروغ بگم، پس احتمال اینکه این سرانجام برای من، این سرنوشت برای من باشه هست. خب این یعنی یک پیام میتونه برای کودکان داشته باشه، نه تنها احساس گناه و احساس گناه بسیار زیادی به کودکان منتقل میکنه، بلکه برای اون هم میگه که این جهان جهان امن نیست، این جهان جهانی نیست که تو رو حمایت بکنه، این جهانیه که هر لحظه تو اشتباه بکنی، هر لحظه خارج از اون ارزش ها و اعتقادات و باورهایی که برات تعیین شده باشه، احتمال تنبیه تو به بدترین وجه ممکن است. این قالبیه که کودک از این تصاویر برداشت میکنه. خانم آلاله عزیز، من چیزی به ذهنم رسید، شاید بتونه نادرست باشه، فقط میخوام اینو سوال کنم. با توجه به این کودکان در خانواده احساس ضعف میکنن، یعنی قدرت پدر و مادر رو میبینن و میدونن که اونها دارای قدرتن و این در ذهن اونها نقش میبنده که من همیشه پیرامون خودم یک وضعیتی دارم که در ضعف قرار دارم. احتمال این که در درون این تصاویر یا فیلم ها دقیقا همزاد پنداری بکنه با اون بخش ضعیفی که در حال کشته شدنه، در حال کتک خوردنه، در حال اعدام شدنه، در واقع شاید بیشتر حتی نمود داره. یعنی گاهی ما ممکنه تصویری رو ببینیم با اون قسمتی که داره قدرت خودمون رو نشون بدیم، یعنی بگیم بله خب حالا این تصویر ناراحتم نمی کنه چون من در موضع قدرتم و دارم مثلا به عنوان حاکم، به عنوان کسی که مورد توجهه، افراد رو تنبیه میکنم. اما یک کودک شاید این زمینه رو خیلی قوی تر داره که اتفاقا خودش رو تنها تر ببینه، ضعیف تر ببینه. آیا این درکی که من دارم درسته یا اینکه نه میتونه خطا باشه؟ نه، کاملا من با شما موافق هستم. متاسفانه به دلیل اون سیستم و اون چارچوبی که در خانواده های ما هست، ما متاسفانه رابطه برابر نداریم. همیشه باید یک نفر در خانواده باشه که تصمیم گیری آخر با او باشه، انتخاب ها رو اون انجام بده و سلطه آخر اون داشته، یعنی صلاحیت همه افراد خانواده در دست اونه. حالا معمولا در بیشتر از خانواده ها پدر هست و گاهن هم در یک سری از خانواده ها مادر هست. یعنی ما رابطه برابر نداریم، یعنی کودک رو به دلیل اون که فارغ از عقل و یا درک واقعی و درست میدونیم و نمیتونیم بپذیریم که اون هم درکی از
درکی از زندگی داره و به دلیل اون استقلالی که نیاز به استقلالی که داره باید از اون حق انتخاب و حق تصمیم گیری داشته باشه، متاسفانه در بسیار از گفتگوهای خانوادگی مشارکت نمیشه از کودکان و همیشه به اونها القا میشه که تو به دلیل اینکه خب کودکی، ما صلاح تو رو میخوای، تو هنوز نمیفهمی و به دلیل اینکه هنوز نمیفهمی ما باید مراقب تو باشیم و باید هر اون چیزی رو که ما میگیم تو گوش بکنی تا بتونی موفق بشی، تا بتونی. دقیقاً وقتی کودکان همچین مواردی اونن چون با این تفکر بزرگ میشن، چون با این تفکر بزرگ میشن، این تصویر هم میتونه یک بخشی از ذهنیت اونها باشه که خب باز هم یکی هست که بر من سلطه بگیره، باز هم یکی هست که من اون، یعنی من اینطور بهتون بگم که خودش رو در قالب یک قربانی همیشه فرو میکنه، خودش رو در قالب یک کودک ضعیفی که فاقد کفایت، فاقد استقلال، فاقد ارزشمندیه و همیشه باید یک رهبر، یک پدر، یک فرد سلطه‌گر بالا سر اون باشه تا به اون بگه چه کاری خوبه و چه کاری بده و اون هیچ حقی نداره و همیشه اون فرد ضعیفی هست که هیچ وقت به رسمیت شناخته نشده. بله، اتفاقا در این تصاویر وقتی ما میبینیم افرادی رو حالا با یک بگیم عنوان مجرمانه یا بزهکارانه مثل دروغ وقتی اعدام میکنن، خب اساسا خب جدا از این که اصلا با فلسفه مجازات ها همخوانی نداره بحث اعدام یا عدم تناسب بعضی از مجازات ها، خب طبیعی بر ذهن کودک همیشه اثرگذاره که چه بسا یک اشتباهی باعث حذف او از جهان بشه و این خیلی میتونه به عقیده من، حالا نمیدونم درسته یا اشتباهه، در قدرت ابتکار، خلاقیت و اینکه جستجو بکنه راه‌های دیگری رو و بتونه اون انگیزه ها، غرایز، احساسات و خیلی از مسائل خودش رو نشان بده دشوارتر باشه. چون من وقتی احساس کنم که کوچکترین حرکت خطای من مجازات هایی داره که دیگه نابخشودنیه و من رو کاملا ممکنه از زندگی ساقط بکنه، دیگه در اون فرایند شاید نتونم آزاد باشم. اتفاقا نقش دین همینه، یعنی دین میخواد به قدری مجازات ها رو سنگین در نظر بگیره که یک انسان قوه خلاقیت خودش رو، قوه ابتکار خودش رو، یا اون نشان دادن غرایز و احساسات خودش رو به حداقل برسونه، تقریبا شبیه بشه به یه بنده، یک برده. این عبد شدن ناشی از همان مسئله است و این متاسفانه اثر هم میگذاره در اینکه ما انسانهایی رو داشته باشیم، جوانان رو داشته باشیم که همیشه احساس کنن که خارج از اون چارچوب ها حرکت کردن میتونه مجازات های شدید داشته باشه. این اثر آیا مخرب هست؟ آیا این دل مشغولی و دغدغه من واقعیه یا اینکه نه خیلی وسواسه؟ ببینید کاملا درسته. میدونید یک مسئله‌ای که حالا بهش هم خوب اشاره کردید، من حالا به این عنوان نام میبرم، من فکر می‌کنم در جلسات قبلی و در برنامه قبلی بهش اشاره کردیم که یکی از ابعادی که ما بسیار باهاش در تضاد هستیم با مسئله دین و مذهب، ایستا بودن اونه که باعث خودشکوفایی و روند توسعه فردی و اجتماعی رو میگیره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ایستا هست. ولی ما ادعا داریم که استانداردهای روانشناختی و رشد روانی فردی اجتماعی ما رشد بسیار پویا و دائم در حال دگرگونی و تحول و تغییر هست. یعنی ما از این سن که به اون سن میریم تمام ویژگی های جسمانی و روانیمون تغییر میکنه. از این مرحله سن که به اون مرحله سنی میریم، یعنی دوران کودکی به دوران نوجوانی میریم، کاملا واکنش های روانیمون تغییر میکنه، شرایط جسمانیمون تغییر میکنه. به دوران جوانی هم که میریم دقیقا این تغییر میکنه. اینها باعث میشه که ما واکنش های روانی، رفتارهای متفاوتی انجام بدیم و این نیاز داره که ما دائم و این پویایی نیاز داره که ما دائم الگوهای متفاوت بگیریم، دائم الگوهای پویا بگیریم تا بتونه این روند رشد همتراز همدیگه باشه، همبستگی روانشناختی به وجود بیاد تا بتونه خودشکوفایی اتفاق بیفته. ولی ابعادی که در چارچوب‌های دینی و مذهبی پویا هست، یعنی یک قالب مشخص هست، یک ارزش خاص، یک باور خاص
یک تفکر قالبی رو به کودک القا میکنه که تو باید و مشخصا باید بر اساس همین پیش بری و به هیچ عنوان نه هیچ پرسشی بکنی، نه هیچ نقدی بکنی و نه هیچ تغییری ایجاد بکنی. در تمام طول دوران زندگیت سعی بکنی که به همین منوال بری. من بذارید یک مثال براتون بزنم. ما در دوران کودکی یک جشن تکلیف برای دخترانمون داریم. در چارچوب های دینی و مذهبی این جشن تکلیف به دختران چه چیزی می آموزه؟ به دختران یک قالب، یک الگوهای قالبی ثابت می سازه. یعنی میگه تو به عنوان یک جنس زن که شناخته شدی باید یک سری چارچوب ها مثل محجبه بودن، حالا در چارچوب های عفاف بودن، نجیب بودن، پاکدامن بودن رو در این پروسه در تمام شرایط دوران زندگی طی بکنی. باید در یک سن خاصی به سن تکلیف که رسیدی بتونی یک سری وظایف عزیز. من فکر میکنم عکسایی هم داریم در مورد همین جشن تکلیف که کودکان سن 8-9 ساله رو حالا به هر حال با یک مراسم خاصی چه در مساجد چه در مدارس مجاب میکنن به این که شما دیگه از این به بعد باید زنانه و بزرگوارانه یا در اون حد عفاف و مسائلی از این دست، یعنی در چارچوب دین و نقش دینی و ارزش‌های دینی رفتار بکنید. بفرمایید. دقیقاً ببینید، خب دقیقاً کودکی که 8 سالش هست، کودکیه که با بازی، با موسیقی، با شعر و با هنر باید بتونه اون استانداردهای روانشناختی خودش رو پیدا بکنه و بتونه رشد بکنه. ولی ما میایم یک سری وظایف سنگین رو بر عهده می‌ذاریم و به اون یک الگوی خاص تعیین می‌کنیم. میگیم یک الگوی مشخص و خاصی هست و تو باید بر اساس همون الگوی خاص و یک فرد خاص از ابتدای زندگی تا آخر زندگی باشی. یعنی در یک سن خاصی تو به سن تکلیف میرسی، در یک سن خاصی باید ازدواج بکنی، در یک سنی باید بچه دار بشی، باید فرزند آوری داشته باشی و باید بتونی تکلیف زنانگی خودت رو انجام بدی. اینها همه در یک قالب خاص هست، بدون در نظر گرفتن ویژگی های فردی، بدون در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی. اینها فقط یک سری ارزش ها به کودک میده که باید اون رو در تمام این سالها اونها رو انجام بدی. در صورتی که کودکان خب در اون سن واقعا هیچ گونه به هیچ عنوان تفکراتی که ما در بزرگسالی از دین و مذهب داریم به هیچ عنوان ندارن. اگر میبینید اونها در این گروه ها شرکت میکنن، اگر میبینید که اونها همراهی میکنن و یا گاهن حتی ما چهره خوشحال اونها رو میبینیم، تصور نکنیم که از این کار بسیار برای اونها این کار خوشاینده و یا اونها دارن لذت میبرن. نه، اونها به دلیل اینکه در کنار همسالانشون هستن، در گروه هستن، گروه بهترین و قشنگترین و معنادارترین بخش زندگی کودکان هست. به همین دلیل مثلا ما میبینیم که کودکان با همسالان خودشون بسیار میتونن رابطه مناسبتری بگیرن و همون دلیل ما میبینیم زمانی که در کنار همدیگه قرار گرفتن هیجان دارن، خوشحال میشن. چون من این رو بسیار زیاد از والدین میشنوم که میگن خب ما دخترمون وقتی به سن تکلیف رسید خیلی خوشحال بود. بعد من پاسخی که براشون دارم میگم میدونی چرا خوشحال بود؟ به دلیل اینکه میدونه که اگر که اون در اون جشن شرکت بکنه تایید شما و پدرش رو میگیره، تایید مدرسه رو میگیره. کودکان نه تنها در گروه براشون لذت بخشه، بلکه نیاز بسیار زیادی به تایید والده و تایید مدرسه دارن و زمانی که میبینن که با این کار نه تنها تایید والدین رو گرفتن که چه دختر خوبی، ما به تو افتخار میکنیم، ما هر جایی که میشینن اسم اونو میبرن و کار اون رو تعریف میکنن، این برای کودکان لذت بخشه. کودکان به این دلیل هست که با این کار ارتباط برقرار میکنن، نه به دلیل اینکه میدونن این کار میتونه به نفعشون باشه. ولی در برابر این من یک نکته رو بگم، کودکان همونطور که گفتم در این سه با بازی و اکتشافات دنیای خارج خودشون باید رشد بکنن. ما زمانی که کودکان رو در قالب ها قرار میدیم یک بار سنگینی رو بر دوش اونها میذاریم که واقعا اونها توانایی انجامش رو ندارن، واقعا برای اونها سخته و بسیار از این چالش هایی رو که اونها در این دوران دارن مجبور به انجامش میشن به دلیل اینکه میدونن اگر انجام ندن سرزنش والده، سرزنش مدرسه و یا گاهن حتی سرزنش همسالان رو میگیرن و از گروه و یا از خانواده طرد میشن و یا مورد تحقیر قرار میگیرن.
و همین دلیل سعی میکنن که همراه گروه ها باشن و یا سعی بکنن در این شرایط شرکت بکنن. ولی چیزی که مشخصه هست، کودکان به هیچ عنوان توانایی درک و شناخت چنین موقعیت ها رو ندارن و میتونه یک بار سنگین وظایفی رو بر عهده اونها بذاره که این میتونه در بزرگسالی برای اونها بسیار آسیبزا باشه. بله، همین تصاویری که مشاهده کردیم، یعنی جشن تکلیف، خب میدونیم فقط صرفا به بحث عبادی مربوط نمیشه، که اینکه شما فقط نماز بخوانید، روزه بگیرید، بلکه ما میدونیم بر اساس سنت نبوی دختران یا زنانی که در سن 6 تا 8 سالگی بودن هم به عنوان کودک همسر، که امروز ما این اصطلاح رو به کار میبریم، ولی در گذشته به عنوان زنان قانونی به خانه شوهران رفتن. یعنی حتی بنابر نقلهای کتب روایی، عایشه کسی است که خودش اشاره میکنه که من در حال بازی با عروسک ها بودم، ناگهان مادرم آمد، من رو به خانه برد و گفت دیگه از این به بعد نباید با کودکان همسن و سال خودت به اون شکلی که تا امروز بازی میکردی بازی بکن. خب این وارد شد در سنت اسلامی و شما میبینید که یک کودک 8-9 ساله به خانه بخت میره و شرایطی که شما فرمودید واقعا یک کودک درکی نداره از خیلی از پدیده های پیرامون خودش، ناگهان در یک عقدی قرار میگیره با یک انسان بالغ، دارای قدرت اجرایی، دارای قدرت قانونی، و دیگه مفری هم براش نیست که بخواد اصلا اون شرایط ازدواج رو درک بکنه، بخواد اون پدیده رو بسنجه، بخواد توافق خودش رو اقامه بکنه، ارائه بکنه. و بدتر از اون اینکه شاید بعد از مدت زمان کمی حتی باردار بشه، یعنی کودک 12 ساله 13 ساله، و ما از این نمونه ها هنوز هم متاسفانه در درون جامعه ما داریم. و من این رو نقش مخرب باورهای مذهبی و سنتی میبینم، و در کنار اون پدر و مادری که فکر میکنن اینها روشها و الگوهای خوبی است و اگر دختر خیلی زود ازدواج بکنه به خانه بخت بره باعث سربلندی اونهاست. حتی البته متاسفانه روایت هایی هم داریم که به صراحت اشاره میشه که کودک یا اون دختر در خانه والدین خودش حیض نبینه و باید بره به خانه شوهر. خب اینها تعالیمی است که متاسفانه مشکلات روانی ایجاد میکنه که شاید ماها در جایگاه کودک نیستیم که اون رو درک بکنیم، ولی قطعا کودکان هم اون مشکلات رو به سادگی نمیتونن به ما انتقال بدن در اون فضای سنتی. خب اینها اثرات مخربی داره و باید از طریق هم آموزش و هم ایجاد ساختارهای قانونی با اون مبارزه کرد. ما در نوبت بعد که بعد از آگهی ها هست برمیگردیم، این مسئله خواهیم پرداخت که خب این کودکان علاوه بر این محیط آموزشی یعنی مدرسه، گاهی در مناسک دولتی هم شرکت میکنن، در مناسکی که گاهیش مذهبی است، گاهی دیگر ایدئولوژیک سیاسی است، و ما در اونجا هم خب تصاویری داریم که نشان میدیم چگونه کودکانی در درون چنین رژیم هایی برای مشاهده بعضی صحنه هایی که در تاریخ با جنگ عجینه، با نابودی عجینه، با اسارت عجینه، میان نگاه میکنن اون صحنه ها رو و اونها رو میبینن و متاسفانه والدین هم تمایل دارن که کودکان رو تو این بازی ها ببرن، و بعد با صحنه های دیگری که در درون مفاهیم سیاسی مثل جنگ هایی که امروز شما میبینید در منطقه هست و کودکان رو در اون به بازی میگیرن و ما مشاهده میکنیم روبرو میشیم، که از این منظر هم کودک احساس میکنه که خب همون چیزی که در خانه بود، در کتاب درسی من بود، در مسجد محل بود، در خیابان ها هم هست. پس ظاهرا ما از یک حقیقتی داریم صحبت میکنیم که کودکان شاید درک درستی از اون ندارن که تا چه اندازه اینها آگاهی های کاذبی است که از طریق یک دستگاه ایدئولوژیک داره به اونها داده میشه و اونها هم در این دام میافتن. ما بعد از پخش آگاهی ها برمیگردیم، پیرامون این مسئله هم سخنهایی رو خواهیم.
یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. آژانس امیری بار دیگر تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال با قیمتی باور نکردنی که نظیر آن را در هیچ کجای دیگر پیدا نمی‌کنید. بلیط هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس، با صبحانه و شام، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. جای خود را قبل از سولد آوت رزرو کنید. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com آژانس امیری. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته جیل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. بنا به استقبال شما عزیزان، تخفیف ویژه جیل ویز تا 15 ماه فوریه تمدید شد. اشتراک 12 ماهه اپ جیل ویز بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. این تخفیف ها فقط برای مشترکین جدید می باشد. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه فرمایید. گروه شرکت‌های گل لاین در شهرهای بزرگ دنیا نماینده فعال می‌پذیرد. اگر از روابط عمومی بالایی برخوردارید و دوست دارید ساعت کاریتان را خودتان انتخاب کنید، به سایت GL Sales and Marketing مراجعه کنید و فرم مربوط به درخواست همکاری به عنوان نماینده را پر کنید. در صورت تایید سوابق و توانمندی شما به عنوان نماینده شرکت گولداین، می توانید برای فروش تبلیغات در GL Viz، شارژ اشتراک GL Viz، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیتال، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. جیل ویز با کمتر از $1,000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های جیل ویز بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید جیل ویز پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب جیل ویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999. خب با درود مجدد خدمت بینندگان گرامی، در خدمت خانم سبا لاله عزیز هستیم با مباحث پیرامون روانشناسی. من از اینجا آغاز بکنم. زمانی که حسین از مکه حرکت میکنه که به طرف کوفه و کربلا بره، ابن عباس پسر عموی او به او میگه که شما
زنان و کودکان رو با خود نبر. و او میپرسه خب چرا؟ و ابن عباس میگه نمیخوام صحنه کشته شدن تو رو ببینم و در یک وضعیت اسفناکی قرار بگیرم. و شگفت انگیز این که ما 1400 سال بعد همان صحنه های کشته شدن ها رو شبیه سازی میکنیم و بعد کودکان رو هم میبریم ببینن و در اون مشارکت کنن. یعنی صحنه‌ای که شاید اثرات مخربش میتونه به قدری بر ذهن کودکان اثر بگذاره که واقعا این فضای سلامت و روان شخص و جامعه رو میتونه به هم بریزه. و اینها نقشی است که متاسفانه دین مناسک و شعائرش بر جامعه ما تحمیل کرد. خانم مالاله عزیز، این داستان شیرخوارگان حسینی و بعد این داستان تیر سه شعله، حالا انواع و اقسام افراد که به علی اصغر و علی اکبر و عبدالله ابن حسین و دیگران زدن که منتسب هست به هرمله کاهلی و اینها، و داستانهایی که بعضا هم با آب و تاب مادران برای فرزندان تعریف میکنن، واقعا چه اثر مخربی بر کودکان خواهد گذاشت و مشارکت اونها دیدن این صحنه ها چگونه است؟ واقعا خیمه ای رو آتش میزنن، کودکان در حال دویدنن و افراد دیگری اون کنار ایستادن و مشغول تماشا. بفرمایید. خب ببینید، ابتدا من این نکته رو بگم. من مطمئن هستم که تصور نمی کنم مادری و یا پدری از آسیب های چندگانه و آسیب های طولانی مدت و از اثرات روانی که این مراسم بر کودکان و نوجوانانشون داشته باشه خبر داشته باشن و بعد دوباره با اون مشارکت بکنن. خب ما میبینیم که معمولا افرادی در این مراسم و در این مناسبات حضور پیدا میکنن که خب افرادی هستن که خب بسیار پایبند دین و مذهب هستن، افراد حکومتی هستن، افرادی که حالا باورمند هستن به این مسئله و تصور میکنن، یعنی تصویرسازی اونها از حضور کودکشون یک همراهی با فردی که براشون اسطوره است، فردی که براشون ابرقدرته. خب اونها همچین تصویرسازی دارن، اونها تصور میکنن که اگر همراهی بکنن و کودکانشون رو در این شرایط همراه خودشون بیارن، کودکانشون هم راه اونها رو ادامه میدن و راه ادامه دادن راه کودکان مثل والده میشه، یعنی اینکه رسیدن به اون شکوفایی، رسیدن به اون خودشکوفایی و رسیدن به اوج خوشبختی. تصویرسازی والدین باید این باشه که کودکان رو متاسفانه و نوزادان رو در این شرایط میبرن. غیر از این اگر باشه، من واقعا نمیتونم تصور بکنم مادری از آسیب ها و اثرات روانی این موضوع و این تصاویر اطلاع داشته باشه و خواسته و آگاهانه نوزاد خودش رو و یا کودک خودش رو در این شرایط قرار بده. من یک مورد رو برای شما تعریف بکنم. یادمه که اوایل که وقتی این تصاویر منتشر میشد و پخش میشد، من یک تصویر کودکی رو در این برنامه دیدم، در این عکس ها دیدم. هیچ وقت تصویر اون کودک از جلوی چشم من بیرون نمیره. کودک داشت نگاه میکرد که مادرش حالا برادر یا خواهر خردسالش رو در روی دستانش گرفته بود، بلند کرده بود و کودک مات و مبهوت، کودک بزرگتر مات و مبهوت به این صحنه مادر و اون نگاه میکرد و همونطور مطالبی ارائه میشد که مثلا خب این اتفاق افتاده، کودک در دستشون بوده و خنجر خورده و تمام این تصاویر رو داشتن اونجا میگفتن و مادران این خردسالان خودشون رو در بالای دست خودشون قرار داده بودن. من دقیقا وقتی که این کودک رو دیدم به این صحنه نگاه میکرد، اون تصویرسازی که داشت برای اون کودک میشد جلوی من مثل یک فیلم داشت رد میشد که یعنی مگر امکان داره که مادر من که امترین فرد زندگی منه، قرار همیشه من رو حمایت بکنه، قرار مراقبت بکنه از من، قرار من رو از تمام خطرات زندگی محافظت بکنه، من رو امکان داره روزی در بالای دستان خودش قرار بده، در معرض خطر قرار بده و بعد خنجری بر گلوی من و یا بر بدن من بخوره و من جان خودم رو از دست بدم؟ تصویر کودک غیر از این چیز نمیتونه چیز دیگه
باشه، چون همونطور که بهتون گفتم اون درکی از اون باورهای مذهبی و چرایی و چگونگی اون مراسم نداره. اون فقط تصویری که میبینه تصویری پر از خشونت، تصویری پر از ناامنیه، تصویری که توسط امترین افراد زندگی اون مثل مادر اون داره شکل میگیره و این میتونه برای کودکان آسیب‌های ماندگار و طولانی مدتی به جا بیاره. بی‌ثباتی که کودکان در این شرایط تجربه می‌کنن، شاید بتونیم بگیم این بی‌ثباتی رو تا سالیان سال با خودشون به همراه میارن. کودکان در این شرایط دچار محرومیت احساسی و هیجانی بسیار بالا میشن. از بُعد روانشناسی محرومیت‌های هیجانی و احساسی برای کودکان و خردسالان یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که میتونه داشته باشه. این یعنی اینکه کودکان خب ما سعی می‌کنیم که همیشه این رو بگیم که احساس و هیجان برای کودکان بسیار مهم هست. سعی بکنید تمام احساسات اونها رو به رسمیت بشناسید، اونها رو در تمام شرایط بخواید اون هیجاناتشون رو ببینید و درک بکنید. کودکان با احساس و هیجان رشد میکنن و زمانی که این چنین تصاویر رو میبینن به یک بی‌ثباتی بیش از حد دست پیدا میکنن، به یک احساس ناامنی بیش از حد دست پیدا میکنن که به محرومیت هیجانی و عاطفی و احساسی منجر میشه. یعنی رابطه امنشون با والدشون قطع میشه. تصور میکنن که امکان داره در همین نزدیکی و یا در آینده توسط مادر خودشون و یا توسط والد خودشون به اونها زخمی وارد بشه و کودک رو درگیر این محرومیت شدید آسیب‌زایی میکنن. در کنار اون کودک از این صحنه همونطور که خودتونم بهش اشاره کردید به دلیل اینکه داره هویت فردی شکل میگیره نیاز به فضای امن داره. ولی شما تصور بکنید خب این یه فضای پر از تنشی هست، فضای شلوغی هست، فضایی هست که کودکان به هیچ عنوان نمیتونن اونها رو درک بکنن و کودکان در این معمولا در این مراسم گیج میشن، آشفته میشن و این آشفتگی به دلیل اینکه اونها درکی از این رابطه و از این مراسم ندارن، این آشفتگی به درون اونها انتقال پیدا میکنه و این آشفتگی درونی میتونه ساختار شخصیتی اونها رو بسیار دچار آسیب بکنه، میتونه رابطه امن اونها رو با والدین بسیار دچار مشکل بکنه که این را مشکل شدن یکی از آسیب ترین و خطراتیه که میتونه برای کودکان داشته باشه. به دلیل اینکه ما همیشه ادعا داریم که اگر کودک دلبستگی ایمنی رو با والدین خودش کسب بکنه و این دلبستگی ایمن با این دلبستگی ایمن میتونه پیوند بخوره به اجتماع، پیوند بخوره به وابستگی و دلبستگی هایی که در اجتماع وجود داره و اگر این دلبستگی ایمن اینجا دچار نقض بشه میتونه تمام هویت چندگانه کودک رو دچار مسئله بکنه. بله، بزنم این که خب مراسم همیشه اون مناسک و شعائر یه ویژگی های خاصی هم دارن و این سبب جذب خیلی از افراد میشه در اونجا. پخش موسیقی ها، صداهای خیلی خاص و خب طبیعی است که اینها برای خیلی از افراد جامعه میتونه جذاب باشه. حتی اگر شما هم بخواید تو خونه بمونی گاهی میبینید که سر و صدای بیرون یا مشارکت همسن و سالهای شما در اون مراسم یک محرکه برای شماست که شما هم برید تو مراسم شرکت. این از یک باب که مسائل دینی چنینه. اما ما با رژیمی هم روبرو هستیم که جدای از بحث مسائل دینی یک نگاه ایدئولوژیک در امر سیاسی داره که دوست داره قهرمانان سیاسی خاص خودش رو بسازه و برای این کار خب از یک سری ویژگی ها بهره میبره که شبه دینی هم هستن، مثل مباحث حق و باطل، اسلام و کافر. و امروز هم شما میبینید بحث فلسطین و اسرائیل. از آن طرف هم شخصیت هایی که در درون خود رژیم الگو سازی میشن، کسانی که سالها در سپاه جنایت کردن یا در مراکز دیگری برای رژیم خدمت کردن و اینها رو به عنوان الگوها معرفی میکنن. اما برای اینکه بتونن باز قوه جاذبه رو بالا ببرن از موسیقی ها هم استفاده میکنن، یعنی مشارکت کودکان در نما آهنگ های خاصی که اونها هم مشارکت بکنن، بخونن، فریاد بزنن یا اون نقش ها رو بازی بکنن و در حتی مراسمی که مربوط به سالگرد و کفن و دفن این افراد هم هست که ما دیدیم اخیرا در کرمان چه رخ داد، این کودکان، این دختران، این نوجوانان رو مشارکت میدن و متاسفانه هم اثرات بد روحی که ناشی از همون تلقین های ایدئولوژیک هست
و همین که اونها رو مشارکت میدن در این که ما هم صدایی داشته باشیم در اون فیلم ها، در اون تصاویر و این آهنگ ها. این نقش ها چگونه هستن؟ یعنی سوء استفاده از موسیقی که بایستی برای یک ارزش گذاری خاصی استفاده بشه اما بر ذهن کودکان نقش مخرب داره. بفرم. اتفاقا اشاره خیلی خوبی بهش داشتید. من برگردم به صحبت اولیم، اگر یادتون باشه در رابطه با تصویر سازی های پر از خشونت صحبت کردیم. در برابر اون ما همیشه تاکید داریم که به جای اینکه تصویر سازی های پر از خشونت به کودکان بدیم، باید در کتاب های درسی اونها، در کتاب های غیر درسی اونها یک سری مجموعه ای از شعر و فرهنگ و موسیقی برای اونها بذاریم، هنر برای اونها بذاریم تا بتونه همتراز رشد روانی کودکان پیش بره. خب شما اشاره به موسیقی کردید. ببینید موسیقی نه تنها حالا در بزرگسالان که بهش هم اشاره کردید، در کودکان نقش بسیار پررنگ تری داره، به دلیل اینکه همونطور که باز هم من در صحبت هم بهش اشاره کردم، موسیقی در گروه انجام میشه. گروه برای کودکان بسیار معنی داره. در کنار اون موسیقی برای کودکان حرکات ریتمیک داره، حرکات موزون داره. کودکان این چیزها رو بسیار دوست دارن. و در کنار اون موسیقی یک آمادگی برای فراگیری خواندن، نوشتن و آموزش در کودکان ایجاد میکنه. شاید این تجربه رو بسیار از والدین داشتن که اگر مثلا میخوان به کودکانشون چیزی بیاموزن، در قالب شعر به اون میگن، در قالب موسیقی به اون میگن. موسیقی اونقدر اثر ماندگار و طولانی روی کودکان داره که در یادگیری اونها هم بسیار تأثیر داره و کودکان اونها بسیار یاد میگیرن. اون موسیقی چنین نقشی رو داره. جمهوری اسلامی به جای این که اون تصاویر پر از خشم و خشونت رو قرار بده، میاد حتی موسیقی و شعر رو هم از کتاب‌های فارسی ما یا حذف میکنه و یا بسیار کم به اونها اشاره میکنه. هنر رو از کتاب‌های اونها یا حذف میکنه و یا خیلی کم استفاده میکنه، ولی به جاش میاد از موسیقی در قالب‌های سلطه‌گری استفاده میکنه، همونطور که بهش اشاره کردید. میاد، من یادمه در همین سالهای اخیر که یک شعری با نام سلام فرمانده اومد، خب به خیلی از کودکان استقبال کردن و این به هیچ عنوان برای من قابل تعجب نبود. شاید خیلی ها تعجب میکردن که چرا کودکان دائم دارن این شعر رو میخونن، کودکان اگر نمیفهمن چرا پس این رو دائم دارن تکرار میکنن. کودکانی که در اون جمع حضور دارن بسیار خوشحالن، بسیار هیجانی هستن، پس کودکان هم دارن استقبال میکنن. در صورتی که من جوابم به این دوستان این بودش که کودکان با موسیقی ارتباط معنایی خوبی برقرار میکنن، کودکان با موسیقی ارتباط بیرونی پیدا میکنن و جمهوری اسلامی دقیقا میاد از همین نقطه استفاده میکنه و کودکان رو به عنوان یک ابزار در چنین شرایطی قرار میده. شما اگر به تک تک همین شعرها دقت بکنید، حالا اگر من بخوام فقط به همین آهنگ موسیقی سلام فرمانده اشاره بکنم، اگر به تک تک اونها برگردیم میبینیم تصویر سازی که به کودکان میده اینی که تو یک بچه ضعیفی هستی. یادم یک جمله‌ای که به کار میبردن میگفتن من با همین پاهای کوچیکم ولی سردارت میشم. یعنی اینکه من درست ضعیفم، من درست بی ارزشم، ولی جانم رو فدای تو میکنم. یعنی داره به کودکان القا میکنه که تو باید سلطه پذیر باشی، باید به عنوان یک سرباز به گونه آموزش ببینی که بتونی به همین ارزش ها و باورها خدمت بکنی. یعنی دقیقاً از موسیقی میاد به جای اینکه برای رشد و توسعه فردی و اجتماعی کودکان استفاده بکنه، از هنر برای اونها استفاده میکنه، میاد از اون استفاده میکنه ولی برای ابزارسازی کودکان استفاده میکنه. میاد کودکان رو در اون قرار میده و یک نمایشی برای خودش اجرا میکنه، یک نقابی برای خودش میزنه که کودکان رو همراه خودش میکنه. خب این باز هم متاسفانه میگم ما وقتی با والدین روبرو میشیم، والدین معمولا از این صحنه ها لذت میبرن به دلیل اینکه فکر میکنن کودکان چون خوشحالن، کودکان چون شادن، پس واقعا دارن لذت میبرن و واقعا دارن همراهی میکنن و این میتونه برای رشد اونها بسیار خوب باشه.
همونطور که بهش اشاره کردم، کودکان واقعا درکی از ابعاد دینی و مذهبی ندارن. کودکان واقعا درکی از واقعیت‌هایی که در خارج از فضای اون هست مثل بزرگسالان ندارن. حتی اگر درکی از واقعیت‌ها داشته باشن، هنوز به اون ثبات و پایداری واقعی مثل دوران بزرگسالی نرسیده. اونها فقط به دلیل گسترش ارتباط خودشون، به دلیل اون کنجکاوی و کشف دنیای بیرون از خودشون، به این گروه ها ملحق میشن. و زمانی که یک سری حرکات ریتمیک، یک سری جملات ریتمیک برای اونها پخش میشه، میتونه اونها رو همراه بکنه و ما احساس بکنیم که کودکان احساسی شدن، کودکان هیجانی شدن و دارن لذت میبرن. ولی واقعیت این نیست. در تمام این سری موسیقی ها ما میبینیم که میخوان سعی بکنن که از کودکان با ویژگی کودکان رام، کودکان سلطه پذیر بار بیارن، کودکانی که باید اسطوره هایی برای اونها مشخص بشه، اسطوره های مشخص و خاصی که راه اونها رو ادامه بدن. مثل همین شهید پروری، این که مثلا فلانی برای کشور خودش خب این فداکاری ها رو کرد، تو هم باید راه اون رو انجام بدی، تو هم باید راه اون رو بری و مثل اون شهید بشی. و بعد به کودکان دقیقا القای این رو میکنن که تو باید سرباز این چارچوب باشی، در صورتی که باید به کودک چیزی که آموزش داده میشه باید بتونن در برابر این موسیقی به کودک آموزش بدن تا بتونه یادگیری اون برای توسعه فردی و اجتماعیش خوب باشه. ما باید نیروی انسانی کودکان رو به گونه‌ای باید تربیت بکنیم، از این موسیقی ها و یا از کتاب‌های درسی باید به گونه ای استفاده بکنیم که بتونیم کودکان رو در آینده به عنوان یک نیروی انسانی کارآمد برای چرخه اقتصادی، برای ساختار اجتماعی و فرهنگی استفاده بکنیم، نه اینکه برای یک چارچوب های ایدئولوژیکی، برای یک چارچوب های مذهبی و دینی که معمولا باورهای خاصی یک فرد هستند. یک مورد دیگه که در این موسیقی هست، جدا از اسطوره پردازی ها، هست مقدس انگاری که من در این موسیقی ها میبینم. این که تو باید بله و چشم و فرمان بردار یک رهبر باشی، فرمان بردار یک شخص خاص باشی و هر آن چیزی رو که برای تو تعیین میکنه تو به همون صورت باشه. غیر از این اگر باشی تو پذیرفته نمیشی، تو پسر خوبی نیستی، تو دختر خوبی نیستی و تو رد میشی از سمت خانواده و یا از سمت مدرسه و والدین و یا همسالان خودت رد میشی. من واقعا زمانی که این چنین ویدیوها و یا موسیقی هایی رو برای کودکان میبینم، خارج از هر باوری که دارم، واقعا این رو با تمام نیت خالصم دارم میگم، خارج از هر باوری که دارم، واقعا نگران اون آینده اون کودکانی میشم که توسط یک حکومت تمامیت‌خواه، توسط یک حکومت خودکامه به بازی گرفته میشن، ابزارسازی میشن، سربازگونه تربیت میشن تا بتونن راه پر از خشونت و پرخاشگرانه‌ای رو برای اونها داشته باشن. به همون دلیل من فکر میکنم که اینجا یکی از مسائلی که بسیار مهم هستن و ما میتونیم به اونها توصیه بکنیم به والدین هستش که تکلیف حکومت کاملا مشخصه، تکلیف جمهوری اسلامی کاملا مشخصه که چه چیزی میخواد و چه راهکاری داره، ولی این وسط ما اجازه ندیم کودکان، افرادی که واقعا کسانی هستن در این جامعه که ما به عنوان سرپرست اونها، نه به عنوان مالک و صاحب اونها، ما به عنوان سرپرست اونها مسئولیت این رو داریم که از اونها نگهداری کنیم، از اونها مراقبت کنیم، مهارت‌های اصلی و کاربردی رو به اونها آموزش بدیم و اونها رو آماده بکنیم برای جامعه تا بتونن برای توسعه فردی و توسعه اجتماعی خدمات ارائه بدن، به عنوان یک نیروی انسانی شناخته بشن، نه اینکه متاسفانه در این مناسبات قرار بگیرن و این چنین پر از آسیب باشن. ممنونم از شما خانم سبا هلاله عزیز. ما در آینده به این مباحث خواهیم پرداخت که بتونیم واقعا اذهان و افکار کودکان رو که یگان سرمایه های راستین هر کشور هستند رو به سمتی حداقل هدایت بکنیم که از این صدای ایدئولوژیک بتونن کمی بیرون بیان، بتونن یک فضای تنفسی فکری و عملی رو هم خب به هر حال پدر و مادر نقش برجسته‌ای دارن و ما هم به اندازه خودمون سعی خواهیم کرد که این آگاهی و اطلاعات رو البته با دانش شما به درون خانه ها ببریم. به این مباحث در آینده هم
خواهیم پرداخت، نقش هم دین هم سیاست در پرورش روانی، ذهنی و فکری کودکان. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم، بدرود و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.